قصه ای رو که میخوام براتون تعریف کنم شاید به نظر عجیب بیاد، ولی یادتون نره که دنیای ما بچه ها پر از اتفاقات عجیب و غریب. آی بای دنبالمونه. دنبال ما کجا فهمیدن این آخه؟ اینا کلوستا با این بار قاچاق ما رو بگیرن که بدبختی. برو باز بده گاز بده. کنم این خودت تیزم میاد. زیگزگ برو. سروان منصوری هستم، بفرمایید. سلام آقا، ما تو جاده بیرون شهر داریم ماشین قاچاقچیان تعقیب میکنیم. دکمه اگزیتو بزن، برنامه بسته میشه، خود به خود دوزا هم قیم میشه. داری بازی کامپیوتری میکنی؟ بازی چی آقا؟ میگم داریم ماشین قاچاقچیان رو تعقیب میکنیم. ببین پسرم قطع کن، ما از این تلفونا زیاد داریم. شما شماره تلفن پلیس رو اشغال کردی، این جرم محسوب میشه ها. الو قطع شد. ما نیز خودمون میگیرمشون. چی بخوادم حالا من؟ ها؟ پلیسی؟ کسی؟ قیافت خیلی آشناست. ببین تو یوسف کرمی نیستی؟ تو رو خدا تکواندو کاره تلویزیون نشون میده، قهرمان المپیکی. بله یا بس همین که شلت مدال گرفتی؟ بله. خود چیکار کنیم؟ را بیافت بریم. اونا هم با تو هم؟ سکونه بسته شما دوتا سیب چوف داریم دنبال من که چی؟ آخه من شما دوتا رو بزنم که باید با کاردک جمعتون کرد. هی چیه؟ نکنه با اون زپرتی میخوای منو بزنی؟ خیلی رو داری. خیلی رو. بفرمایی بره خونه هاتو. بده بره خونه هاتو میرم. بره خونه هاتو میرم. خدا رو شکر. ایمان نکنه اینم داره خواب منو میبینه. پاشو مدرسه‌مون دیر میشه. We'll be right back.
سلام بابا. سمین پسره خوبی؟ مامان کجاست؟ مامانت صبح زود با زنمون رفته سر فیلم برداری. اه پس بالاخره به آرزوش رسید. امشب هم تولدش ها، یادتون که نرفته. معلومه که یادم نرفته، براش برنامه ها دارم، تازه کیکم سفارش دادم. یه سالی شما یادتون نیست، بچه بودین خیلی، تولدش یادم رفته بود، دمار از روزگارم در آورد. میگم بابا، اگه داریم مثل مامان برامون خاگینه درست میکنین، بعد تو شیرم بریزین، بعد همش بزنین. شیر؟ همزنن تو جاغاشو بیر. آه شیر، آره 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 شیر. سلام بابا. سمین پسرم خوبی؟ تا دست رو تو بشوری صبحونه آماده است، دارم خاگینه درست میکنم، خاگینه خوشمزه. فقط آردشو زیاد ارزید پف میکنه بد مزه میشه. آرد؟ ممنون. آرد کجاست؟ ببین خانم، بچه اینجا میخوابه، خانم بختیاری بالا سرش داره گریه میکنه، بقیه هنربرا هم دور و برشون، آمبولانس هم اونجا که بعدن بچه رو میبرن توش. خب ریل هم گفتم همینجا بشه. خدا خانم بختیاری هم اومده. ببین سری بفرستش اتاق گیریم دیگه، نه اینجا معطل شه. برو بابا فکر نوبت ما میشه، پختیم از گرما. صبر کن نوبت شما هم میشه. ببین برگشتی صحنه رو بچینا. باشه باشه. سلام. 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 خوبی؟ آره به موقع اومده. مریم به نظر تو این هنرپیشه معروفه روزی چقدر میگیرن؟ چند میلیون. تازه شهرت و احترام هم دارن، نگاشون کن. آی باشه گرمیه. همینه دیگه، خوش به حالش. میبینیم ما داریم کباب میشیم اینجا. الو سلام عزیزم. سلام عزیزم، خسته نباشی. تو هم خسته نباشی. بازی کردی؟ نه بابا هنوز شروع نشده، دارن کارشون میکنن، ما منتظریم. ببین ببخشید من امروز دستپاچه شدم دیگه، نه صبحونه درست کردم نه نهار، همه زحمت افتاد رو دوش تو. من هستم، خیالت راحت باشه. تو به آرزو برسی و پیشرفت بکنی، همه ما خوشحالیم، نگران بقیهش هم نباش. فقط یه چیزی، ما توی خونه آرد داریم؟ آره تو کابینت پایینیه، اون شیشه‌ای که درش قرمزه. قربونت برم دستت درد نکنه. اگه میخوای خاگینه درست کنی یکی دو تا قارچ هم توش خورد کن که پسرا دوست دارم. هنرورا گوش کنی. آخ آخ ببین دارن صدا ما میکنم، من باید برم. باشه عزیزم، خداحافظ، موفق باشی. قارچ؟ توی این صحنه پسر همسایه داشته دوچرخه سواری میکرده، خورده زمین، سرش خورده به سنگ، مادرش هم داره واسهش گریه و زاری میکنه، شما میایین دورش زجه میزنید گریه میکنید، هر کی هم نتونست عداشو در میاره، ما بعدا صدای گریه میذاریم روش. متوجه شدین؟ میریم پلان رو بگیریم، آماده شین. پدرم تو کارخونه مداد رنگی کار میکنه، ولی متاسفانه چند وقتیه که با ورود لوازم قاچاق جنسشون اصلا خوب فروش نمیره. برای همین پدرم و همکاراش هر روز منتظرن که از سر کار بیرونشون کنه. پدرم خیلی ناراحته، اما سعی میکنه پیش ما بروی خودش نیاره، ولی ما از اون بچه بیفکر نیستیم که نفهمیم چشه. یه نیوانم به من دیر. بچه ها وسط غذا آب زیاد نخورین، دلتون درد میگیره ها. خودمون میدونیم بابا، فقط ببخشید آخری نه تو خیلی شور شد. شور؟ شور شده؟ ببخشید. خب پس به جای آب یخ باید چایی بخورین، الان براتون چایی میریزم. آهای دستم سوخت. بیچاره شدی، این قوری جایزی مادرتون بود. سلام داداش. سلام. صبح بخیر. سلام بچه ها خوبین؟ یاسم الان میاد، منتظرش باشین. سلام بچه ها. سلام. یاد جان این لپتاپ من. لپتاپ هم میدونم این صفحش کن. ویندوزش میدونم کن شده، این نمیتونی درستش کنی؟ مدلش دیگه قدیمی شده، بعد عوضش کنی. میدونم این گوشیم خراب شده، یعنی هنگ کرده. اینو چی؟ اینو میتونی درست کنی؟ اینکه کار من نیست، ولی اگه بخوای اینو درستش کنیم بعد از قیمتش خرجش کنیم. نه میخواد. من میخوام از این گوشی های جدید هست که با انگوش کار میکنم. تاچ.
تموم میدونم که با انگوش کار میکنه، فشار خونو میگیره، ضربان قلب و قدر. خب میگم دیگه تا چه؟ میدونم تا چه. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. تاج. یاس با این سنش موقع کامپیوتره. اون ایمیل شریف رو باز کرد و فهمید امروز با یه قاچاقچی خارجی قرار داره. من و بچه ها میخواییم بریم سر قرارشون رو به پلیس لوشون بدیم. این آقا محمود شریفه. تا پارسال همکار بابام بود و مثل اون یه موتور داشت و چون دوستاش به هر قیمتی پول باشه کارشو ول کرد و شد قاچاقچی. یعنی یکی از اونایی که داره باعث بیکاری بابا همون میشه. حالا پولدار شده و برادر زنش هم شده راننده شخصیش. واسه همین ما هم از خودش بدمون میاد، هم از پسر شرفا. امروز ساعت چند حاضر باشیم؟ ساعت 1، ولی من 12 میام جلوی درسه دنبالتون. خرج ماموریتم فعلا با من، بعدا نونگی حساب میکنم. باش بریم. کات آقا پاشو با هان ما پاشو حال مخیری چیه مشکل؟ اونو مثل همیشه نیستی من قبلا باید کار کردم ماجرایی هست یه چوری نمیتونم مثلا امروزه میخوای بگم برات عشق بریزن خیلی غیر طبیعی میشه بخیر چکار کنی باید گریه کنی دیگه خیلی هم شروع کردین اینجا رو آخه خیلی آدم وایساده بالا چرا اینقدر صحبت میکنین بالا سر من اگه شما بدونین زمین چقدر داغه بگیریم آقا برداشت 12 بگیریم تا یه عشق نیفتاده خواهش میکنم بگیریم زود باشیم برداشت 12 کلاکت بگیم یوف همان محمد آقا سلام 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 محمد آقا این نگردیم که بفرمو چایی بفرمو ساعت 12 همینجا خدا خدا برداشت 20 حرکت پسرم پسر خوب من کت خانم مادر فایده نداره این صحنه رو بذار فردا بگیریم این صحنه آمبولانس رو فعلا بچین بگیریم بازیگر واسه شما خانم بختیاری سلام علیکم بفهم جان بسته چند؟ 4 تومن 4 تومن؟ اینجا واسه ما آوردن بسته 2 تومن ایشان توی اون گوجه هم میدن این پاکون گوجه ای هست خب اینا آخه جنس قاچاقه چوب مدادش آشغاله ولی مداد رنگی های ما رو بچه گازم بزنه هیچ اتفاقی براش نمیافته ببینی؟ حالا ما به بچه همون میگیم گاز نزنن مردم دنبال جنس ارزون هم قربونت برم ارزون و بیکیفیت کی به کیفیت اهمیت میده دیگه شما خودتون این کاره این دیگه شما میدونین چرا کشور ژاپن پیشرفت کرده؟ نه برای اینکه مردمش یاد گرفتن فقط جنس ژاپنی بخرن عزیز من شما خودت داری میگی مردمش یاد گرفتن هر وقت مردم ما یاد گرفتن من در خدمت شما هستم خرید میکنم الان لازم نداره خواهش میکنم چی خبره؟ یارش بایی بدوی خودشونه حالا چی کار کنی؟ زنی میزنیم به بابای پارسیا بگیم چی؟ بگیم خارجی اومده ایران؟ ما اومدیم اینجا که مدرک جرم جمع کنی که مثل دفعه قبل خرابکاری نشه آبرو میشه بابای پارسیا نره تو باید به عنوان مشتری به این نزدیکی میزشون
حرفاشون رو ضبط کنی بیاری برای ما. چرا من؟ به خاطر اینکه بین ما فقط زبان تو خوبه، تو میتونی بفهمی اونا چی میگن. اگه شریف منو بشناسه چی؟ فکر اینجاش هم کردم. سلام آقا. سلام. میتونم برم؟ بله بفرمایید، خوش اومدید. ویلکام تو ایران. انشالله که داره تر. بله خب پس با این صحبت کن دیگه. آره ببخشید. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما عزیزان چینی، دوستان معرفی کنم خدمتتون. آقای محبوب دوستان عزیزان من هستن در کار واردات لوازم تحریر. آقای بهمنی تاجر لوازم خانگی هستن. ایشون هم آقای فرامرزی هستن بیزنسمن پارچه، یعنی تو کار پارچه هم. که انشالله دیگه با هم مچشیم، با هم دیگه را به را بده بسون کنیم. بده بسون نمیدونه چیه که آقا این درش میگه دیگه بده بسون. فکر نکنم اینه بگه دمتگر، من فارسی بلدم. یه واقعا میگه دمت گرم. آقا بعد ایشون هم که اسیستان منن. سلام. سلام. چی میل دارین آقا؟ آب خوردن دارید؟ آب که جزو سرویستونه. دیگه چی میل دارید؟ چای چی؟ اگه چای دارید یه استکان بیارید. چایی ما قوریه، گذاشتیم دم بکشه. الان در حال حاضر نوشیدنی فقط موهیتو داریم و کافلاته. اون که گفتید چنده؟ بله؟ منظورم این که چقدریه؟ اونم با قوریه؟ نه، اون لیوانیه، یه تیکه کیک هم باش. پس اگه میشه همونو بیارید. امر دیگه؟ امر نیست، یعنی ببخشی عرضی نیست. آقا بسر بریم چی شده؟ بریم تو ما بهتون میگم گندش در اومد. این سه دفعه شانس آوردید گیر نیفتادی. اینا قاچاقچیان، خطرناکن. اصلا اینا وظیفه شما نیست، وظیفه قانونه که جلو این آدم ها رو بگیره، اونم نه دست خالی، با اسلحه، با نیرو. و اما شما آقا فارسی ها، این بچه ها پدرشون توی این کارخونه کار میکنن، با این قاچاقچی ها هم بدن، به حرفای منم گوش نمیدن. شما چرا خودتون رو خود حراشی میکنی؟ چون با هم دوستیم. مگه شما خودتون همیشه نمیگه آدم باید هوای دوستشو داشته باشه؟ بله، هواشونو داشته باشه، نه اینکه جونشونو به خطر بندازه، اونم سر هیچ. حالا میریم سر مسئله مدرکتون. طبق قانون صدای ضبط شده مدرک محسوب نمیشه. عکسا چی؟ عکسا هم به درد نمیخوره. میتونم بگم فتوشاپ. از الان اعلام میکنم اگر یک بار دیگه اینجا ببینمتون، دستور میدم هر چهارتاتون رو بازداشت کنم. شما دارین آبروی منو تو اداره میبرین. اصلا میگم دیگه راتون ندن تو. محکوم شو؟ بله. این تبلت اینجا میمونه، شب با خودم میارم خونه. پاشید، باشگاهتون داره دیر میشه. پاشید، نمیخواد در رو ببنم. چرا خاموش شد؟ ای وای من بابامو میشناسم، اگه بترسم جواب بزنم ولتون کنم ناراحت میشه. ولی یه چیزی رو راست میگه، مدارکمون کوچیک بود، بعد دنبال یه مدرک بهتر باشه. بچه ها
من یه فکری دارم. چه فکری؟ باید یکی رو استخدام کنیم، یکی که مثل کاراگاه بره دنبال قاچاقچی‌ها و واسه اون مدرک جمع کنه. چی؟ من این نفر رو میشناسم، همسایه مادر بزرگم ایناست. بریم سراغش. حقوقش رو از کجا بیاریم؟ حالا با پولای هفتگیمون حقوقش رو میدیم. بریم. بریم. اینجاست. بله. سلام. آقا غلام، من پارسیام، نوه توبا خانوم. پسر سروان منصوری. بله بله. خب فرمایش. اینجوری نمیتونم بگم. میشه بیایم تو؟ مهمه، واسهتون پول داره ها. تو که پدر خودت این کار هست، چرا اومدی سراغ من؟ چون ببخشید ها، شما خودتون تو کار خلافید، راحت تر میتونید برید پیش قاچاقچی ها. تو نیم وجبی از کجا میدونی من خلافکارم؟ مادرتون پارسا تو روزه به مادر بزرگم گفته بود. البته گفته بود پسر خیلی مهربونی هم هستید، ولی چون درس نخوندید مجبور شدید برید تو این کارا. البته من خیلی وقت خلافو گذاشتم کنار، اما شما میدونین هزینه این کار چقدره؟ چقدر؟ حد اقلندش 30 میلیون تومن. 30 میلیون تومن؟ پس چی؟ فکر کردی کفتر جلدن از آسمون میگیری میندازیشون تو قفس؟ بابا اینا قاچاقچی هم قاچاقچی، میدونی یعنی چی؟ یعنی اند خلاف. اینم نشو نگران نباش، امشب اینم تو اینترنت بچه های ایرانی رو میندازن به جونشون. یک کمپین را میندازن به اسم همیاران تولید. شعار کمپینم اینه: ایرانی جنس ایرانی بخر، جنس بنجل خارجی نخر. بیا حراجه، بیا تیغه دارم، همه چی ساحت دارم، شمدون دارم. بیا اینا صدفه نگاه کن قشنگ. بلک بیا. نه نگاه کن فارسی ها. گوری مامان. آره این خودشه. آقا اون گوری چنده؟ گوری این گوری نصف قیمت 20,000 تومن. نصف قیمت 20,000 تومن؟ چه خبر آقا؟ یه عتیقه هست، مال خیلی قدیمه، میدونی که یه قدیم قدیم. اینم که ترک داره. نه نه اون ترک نیست، اون لکه، با یه کهنه خیس روش میکشه تمیز میشه، خوب میشه. بخریم. من 15 تومن بیشتر ندارم. باشه بده من 15 تومن. چونگره چونبی شی چار جاتون بشینیم. باری کلا بچه ها عالی بود، خیلی خوب بود. تکواندو یعنی چی؟ آفرین بچه ها، من همین از شما میخوام. طبق قولی که بهتون داده بودم پس فردا قرار مسابقه برگزار بشه، جام شهید سعید طغانی. و مژده اصلیمون بچه ها به شما اینه که کسی این مدال رو اهدا میکنه که خودش قهرمان جهان، قهرمان آسیا و قهرمان المپیک یوسف کرمیه. کسی هست که بدون شهید سعید طغانی کی بوده؟ عرفان جان شما بگو. ورزشکارای باستانی تهران بوده که در سن 7 سالگی تونسته در عرض 3 دقیقه 302 دور خودش بچرخه. و میدونی که تو همون سن 7 سالگی لقبش چی بود؟ پهلوان کوچولو پایتخت. آفرین. حالا شما پهلوانای کوچولو به گروه های 2 نفره تقسیم بشین، شروع کنیم به تمرین بچه ها. بچه ها یه لحظه وایسی، تشریف بیارین جلو. بچه ها این عرفان همسایه‌تونه، باهاش تمرین کنین تا روز مسابقه. دوست دارم تو گروه شما باشه. چشم. مرسی، ممنونم. سلام. یه دونه تو بزن. دلم میخواست امشب شام از بیرون میگرفتیم که جشن تولد حسابی تکمیل شه. تا همینجاش هم حسابی تکمیل هست. با این وضعیت کارت بهتره ولخرجی نکنی و پولامون رو پس انداز کنی برای روز مبادا. فیلم برداری امروز چطور بود؟ خوش گذشت؟ وای آره عالی بود. تازه فهمیدم بازیگری چقدر کار ساده ایه. فردا میخوام برم، باور کن. بالاخره روزی 20,000 تومن میگیرم دیگه، بخشی از کرایه‌مون که در میاد. بیا چسب. بله. وای
بابا ترسیدم نیفتیم. بچه گول. بچه گول؟ آره بچه گول. یه بار برد اشتباه خوندم، از پادشاه های گولا تبدیل به خمیر شد، از پلاو در پشت پیچ خورد. اونا فکر کردن که عمده این کار کردن و من چندین سال این گولی زندانی کرد. اوه چقدر کمم خوش شده. شما چند سالتونه سرور من؟ من 10 سالمه. منم 250 سالمه. 250 سال؟ آره درسته که بچم و میتونم آرزوهاتونو برآورده کنم. یعنی هر آرزویی که بکنم تو میتونی برامون برآورده کنی؟ آره ولی طلا جواهر نمیتونم ظاهر کنم چون وردشو به من یاد ندادن. راستی شما با هم برادرید؟ آره. بله. خوش به حالتون. من تک فرزندم. دلم برای پدرم مادرم خیلی تنگ شده. من کمیرم دمونه نمیتونم ببینم اجون. یعنی تا 750 سال دیگه. پس چرا نمیای؟ میخوام کیکو بیارم. الان میای. خب بجنبین دیگه دیر میشه. کارت هدیه‌اش هم میخوام با مداد رنگی بنویسم. شما هم بهتره همین کارو بکنید. فقط بجنبین. بابا متوجه نشد. چون من بچه گولم فقط بچه ها میتونن منو ببینن. مرسی. تولدت مبارک. قربونتو. میخوای دو رو بذارم این ور سه رو اون ور بشه 23؟ ها؟ کسی نمیفهمه که فکر من 23 سال تموم شده. تولدت مبارک. چه روز آتش روشن کردی؟ کیک خوردنیه؟ آره. بیا شما رو فوت کن. واسه قبلش نیت کن، آرزو کن، بعد شما فوت. نیت کردم. خب. ولی میخوام بهتون بگم که من با داشتن شما سه تا احساس میکنم خوشبخت‌ترین زن دنیام. دوستتون دارم، عاشقتونم. ما هم همینطور. ایشالا تولد صد سال. مرسی. 3 2 1. اول ببینی من چی برات خریدم. از همون بارم میشه اول کیک رو ببریم؟ خب اول کیک بریم سراغ بریدن کیک. بفرمایین 3 2 1. تا حالا با لپتاپی پلیس کمپی را انداخته بودم. زود باش میخوام لپتاپ رو ببرم خونه. صبر کن الان تموم میشه. حالا بریم سراغ تلگرام های دوستای آقای شریف ببینیم فردی این جنسه قاچاق میخوان کجا ببرن. چه نوشته؟ فردا ساعت 11 دروشگیه پر از روفره این ورن استبل. یعنی چی؟ فکر کنم مثل اون دفعه کلمه رمزی باشه. ببین محل قرارشون کجاست؟ چه خوشمزه است. تو عمرم همچین غذای خوشمزه‌ای نخوردم. چه جونت؟
میخوای برای رخت خواب پهن کنم؟ ممنون، باید برگردم داخل همون گوری. اگه شب جام عوضشه خوابم نمیبره. منم مثل تو هم. هنوز به آرزات فکر نکردی سرور من؟ راستش هرچی فکر میکنم همه ی آرزام برای خانوادمه. چه سرور مهربونی. حالا برای مادر مهربونه چی میخوای؟ برای مادرم، مادرم دوست داره یه هنرپیشه بشه، یه هنرپیشه معروف. و برای پدرت؟ دلم میخواد بابام بیکار نشه، یعنی جنسای کارخونهشون خوب فروش بره. و برای خودت و برادرت؟ هم پولدار شیم، هم یه جوری پدر این قاچاقچی ها رو در بیاریم. آفرین، حالا خوب بخوابی، شب بخیر. شب بخیر. پسرا بیدار شین، قربونتون برم. پاشین دیگه، صبونتون رو چیدم رو میزه، نهارتون هم توی یخچاله. من و بابا داریم میریم سر کار. بدوین. سلام، صبح بخیر. خوبی؟ سلام، صبح بخیر. چطوری؟ خوبی؟ قربونه. برسونیم یه تو. نه خیلی، ما مینی بوس میاد دنبالمون، شما بفرمایید. پس ما رفتیم. باشه، خدا حافظ. برو. سلام باد. وای بدبخ شدی، خوخت میشده. سلام، سرت دارم. میخوری؟ خیلی خوش مزه است. بچه ها بیدارن؟ سلام عزیزم. آره فکر میکنم بیدار شده باشم. برین تو، برین تو. صبونه رو چیدم رو میزا. علی کیا؟ قربونتون برم. سلام. خانم مؤدب، قرار بود مینی بوس بیاد. بله، مینی‌بوس هنرورا تو راه صحنه است. من اومدم اینجا یه خبر خوش به شما بدم. یه خبری که بیشتر شبیه معجزه است. چه خبری؟ هنرپیشه نقش اول ما یه مشکلی براش پیش اومده، نمیتونه بیاد سر صحنه. کارگردان ما دیروز از بازی شما خیلی خوشش اومد. قرار شدش که من بیام به شما پیشنهاد بدم. اگه دوست داشتید این بازی رو شما انجام بدید. البته اگه تمایل داشته باشید. اگه تمایل داشته باشه باید از خودش هم باشه، اگرم نگید خودم میام بازی میکنم. نمیدونم چی بگم. این یه موقعیت ویژه است، مثل یه معجزه میمونه. شما اگه این فیلمو بازی کنی، این فیلم اکران بشه، میشید یه هنرپیشه حرفه‌ای. خب آخه من باید با شوهرم مشورت کنم. خب بیا سوار ماشین بشیم میونه را زنگ بزن با شوهرت هم مشورت کن دیگه. عجله کنید، بیاید بریم. سلام آقا. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. کجایی رضا؟ تلفنمون سوخت بس که زنگ خورد. کیا زنگ زدن؟ مغازه دارای بازار. سفارش جنس میخواستم بدن. شوخی میکنی؟ شوخی چیه؟ بفرما یکی دیگه. معجزه شده رضا، بریم تا پشمون نشده. آره ولی چه معجزه خوبی. برو باشو بگی برو. شوخی میکنی؟ شوخی چیه؟ الان میاد خودت میبینیش. باورتون نمیشه، دیشب با چشمه خودم از زور زبونه شو تکونت خامه کیک خوب. شاید یه روبات خوشمن باشه، یا شاید هم یه آدم فضایی. آدم فضایی که از قوری در نمیاد. کارتونیه؟ نه، مثل ما واقعیه. تازه فقط بچه ها میتونن ببیننش، چون دیشب نه بابا متوجه شد نه مامانم. اه بچه ها اومد. سلام. چرا کیفت رو بر نداشتی سربر من؟ دمیر کیا میگه سربرم؟ ما امروز مدرسه نداریم، چطور مگه؟ دست کنیم چه جیبش، اون من خوشحال میشی. توش هم نگاه نکنی ها. پوله دیشب مگه آرزو نکردین که پول درشین؟ یکی دیگه حالا پول دار شدیم. نه
روزا جان من میرم چه بقیه. مریم جون ببخشید شرمنده. دیوونه شدی؟ من مطمئنم از پسش برمیای. فعلا سلام بچه‌ها. بریم برای اتاق گیریم. باشه بریم. سلام خانم، خیلی خوش اومدید. بفرم چای بریم برشون. بفرم. هر یه ثانیه 1000 تومن از تو در میاد. هر دقیقه هم 60000 تومن. هر ساعت هم 360000 تومن. هر 24 ساعت هم 24 ضرب در 300. پس کی بخوابم؟ بخوابی؟ میدونی هر یه ساعت که بخوابی چقدر ضرر میکنی؟ 360000 تومن. یعنی نصف یه گوشی خوب. من جای تو بودم دستشویی هم نمیرفتم. یه اینک مثل اینکه به جز بود یه چیزهای دیگه هم در میاد. ببین شاید یه گوشه یه تاش از توش در اومد. ما دست کنم تو جیب کوله پول در میاد؟ نه فقط سرورم. حالا این پول از کجا میاد؟ نمیدونم تو ورده که خوندم خواستم سرورم پول دارشه یه بلایم سر این قاچاقچیان بدجنس بیاد. اگه از جایی بیاد که دوزی حساب میشه. نه ورد مقول ها هرگز باشه کار بد نمیشه. یعنی چی جنس رو پس بفرستم؟ من پول اینا رو پرداخت کردم، جنس امشب میرسه. ببین عزیز من، از امروز تو اینترنت اعلام کردن یک کمپین حمایت از کالای ایرانی راه افتاده. شعارش هم اینه: ایرانی جنس ایرانی بخر. یعنی اگه مردم از این کمپین حمایت کنن، آقا کلاهم پس معرکه است. حالا میگی چیکار کنیم؟ من که جنس ها میخوام بذارم تو انبار تا سر صدا بخواد. نظرم اینه که تو هم همین کارو بکنی. باشه باشه باشه، چاره ای نیست. ولی من که انبار ندارم، مجبورم تو یه مدتی جنس ها رو بذارم تو انبار تو. اگه ببخشید امیدوارم ناراحت نشی. راستش بخوای من دلم نمیخواد کسی بدونه انبار من کجاست. قانون کارم. خیلی خوب، یه کارش میکنم. نه آقا نه عزیزمی، بزرگواری کن. کیه دایی هستی آقا؟ آقا سلام. سلام. پولا رو همه گرفتم. دست درد نکن. فقط کاری کردم کارستون، همه رو هزاری گرفتم. هزاری؟ بله دیگه، بانکم نداریم، فقط هزاری داریم. گفتم دست درد نکنه بده. خب مرد حسابی میفرستدی یه بانکی دیگه سند میکردی میآوردی. آقا بانک شلوغ بود، اینجوری کیپ تا کیپ واسدان سگ صاحبشو نمیشناخت. خیلی خوب گذاشت رو میز. من اینم تو چجوری زنده ای؟ من راحت زنده ام. چه؟ چه؟ کو؟ پولا کو؟ آقا عینک طبی من نیست. یعنی ببینین اینا هست، این هم هست، اینا نیست. حتما تبخیر شدن. مسخره بازی ها چیه؟ پولا رو چیکارش کردی؟ چه حرفی من میزنی؟ شما شوهر خواهره منی، من میام خواهرم بدبخت کنم به شما دروغ بگم؟ بابا چی شده؟ تو رو ازت زدن، چیکارش کردی؟ من دفعه اول میرم پول میگیرم، از این بیشترم گرفتم واسه شما. و کو؟ من جل آقا برداشته یک حرکت. مامان بزنم عزیزم. مامان جون پاشو الهی، مامان قربونت بریم. فدوت پای زنیم بزنیم به آمولانس رو خدا. بچه ها نزلم مامان جونم، پای خود جونم مامان کار خدا زنیم بزنیم کار. عالی بود، عالی درجه یک. حالا مادر این حیفه، خیلی خوب شد. بستش هم بگیری. آقا دوربین رو جلو بستش رو بگیری. دوست من سلام. سلام، خوب هستین؟ کجایی تو که بگو من؟ نه با سنگین، خواهش میکنم. خیلی ممنون. خوبی؟ قربان شما. ده بار زنگ زدم کارت داشتم. آها شما بودی؟ آره من بودم. اصلا میبینی حرفای دیروزت خیلی رو من تاثیر گذاشت. اصلا متحول شدم، مخصوصا اون قسمتی که گفتی ژاپنی‌ها فقط جنس ژاپنی میخرن. میبینی اصلا به خودم گفتم بابا خیر سر تو هم ایرانی هستی. مردم بنده خدا نمیدونن چه جنسی باید بخرن. تو باید راهنماییشون بکنی، تو باید تشویقشون بکنی که جنس ایرانی بخرن. جانم سلام. دلار خریدی؟ نه هنوز، ولی میفرستم بگیرن. چطور اگه؟ بازار خرابه. به بقیه هم
حساب از شریف هم خبری نداری دیگه ها؟ نه چی شده مگه؟ نمیدونم بیشم پولاش غیب شده. چی شده؟ هزار تومانی. آخ جون ببین بازم آره یکی دیگه اول بذار ببینم یعنی اینجوری میشه هر یه ثانیه 5000 تومان هر دقیقه 300000 تومان هر یه ساعت هم 60 ضرب 60 دیگه راحت میتونی بری درچی ایول امروز هم قاچاقچی هم میخوان جست ببرن انبار فکر کنه همون جایی که بسته بندیشون میکنن به نظر شما بریم دنبالشون یا وایسیم اینجا عجیب کوله تو پول در بیاریم معلومه میریم دنبالشون این مهمتره اینو چی کارش کنیم؟ با خودمون میبریمش نه سرفرم نمیتونم از کنار قوری دورشم این جز به محکومیت همه خب قوری هم با خودمون میبریم اگه قوری بشکنه دیگه نمیتونم برگردم پیش خانوادم حالا اگه دارم خواست بیرون آرزو کنم چی؟ چشماتون رو ببندین با خودتون بگین عجیل مجیل لا ترجیل اون وقت آرزوتون برآورده میشه حالا واقعا این جریان غیب شدن پولای شریف حقیقت داره آره بابا منوچهر میگم با چیچه خودم دیدم میگم لابد پولامون حلال نیست آقا شیطونه از اون بالا اومده پایین که پولامونو برداره ببره خداحافظ خدا بره نمیره همون جو خود نایی سواش برو برو آیدوی سب کنی سب کنی سب کنی چی شده این آشتای ما؟ سکته کرده مرده؟ نه بیوشه بریم بریم تو نم مرده میسم. نه خواهش میکنم ببخش من خواستم بپرسم شما رانندگی هم بلدی؟ بله من گواهینامه دارم بله بفهم نه خیلی ممنون آخه این شخصیت اول زن فیلم ما بیشتر فیلم سوار ماشینه واسه همین رانندگیتون باید خیلی خوب باشه آخه ولی من ماشین ندارم و ممکن مسئله نیست میخریم من تو گفتم قرارداد شما رو تنظیم کنن 10 میلیون هم همین امروز بهتون پیشکش بدن 10 میلیون تومان 10 میلیون فقط اگه اشکالی نداشته باشه باقی مبلغ قراردادتون رو روز پایان فیلم برداری تقدیم کنن طوری که نیست نه نه اشکالی نداره پس من بگم قرارداد رو تنظیم کنن مزاحم نباشم خواهش من سلام جونم بابا اگه من این چیزی بگم قول میدی دوام نکنی؟ مثلا چی؟ من و دوستان تونستیم انبار قاچاقچی ها رو پیدا کنیم باز رفتید سراغ قاچاقچی ها؟ مگه من به شما نگفتم؟ چی میکنم بابا همین یه دفعه ما بالاخره انبارشون رو پیدا کردیم اگه مأمور بفرستین و دستگیرشون کنین ما هم دیگه قول میدیم کاری با قاچاقچی ها نداشته باشیم خواهش میکنم بابا جان من باشه ولی این
دفترم اگر اشتباه کرده باشید وای به حالتون. دیگه از پول تو جیبی هیچ خبری نیست، اجازه هم نمیدم تا آخر سال نه فیلم ببینین نه کار. باشه. آدرسو بگو. براتون میفرستم. میشه خرابه. پیامکش که کار میکنه. ببینم شما بروژکا چرا به من نگفتین داریم این دنبال قاچاقچی ها؟ بابا من زن و بچه دارم، بیان پول منو بدین بذارم من به زندگی میرسم، منو به درد سر نندازی. چشم الان میزی چشم بیاموجو یه پول منو بده برو. ده هزار تومنی؟ بیا دیگه هر یه ثانیه ده هزار تومن، هر دقیقه هم 600 هزار تومن، هر یه ساعت هم. بیا دیگه پس چی شد این پول من؟ چشم بچه ها حالا بریم یه خواهیم شیم تا بابام بیاد. آقا این یه بستش کمه میشه 9 میلیون تومن. خانم من کامل شمردم 10 بسته است 10 میلیون تومن. 9 بسته است. دوباره کیفتونو بگردیم. خانم عرض کردم من شمردم کامل کامله 10 بسته است مک 10 میلیون تومن. لطفا شما پشت پیشگونو بگردیم. میشه شما دوباره کیفتونو بگردیم؟ مردم آزاری دیگه، فقط مردم آزاری. من میگم 10 میلیون دادم شمردم، میگه نه. کنترل خالیه. آقا این پولا کجا دارن میرن؟ من نمیدونم کجا میرن، برای همین گفتم پولا رو بذارم تو بانک. دیگه بردارید همین 9 بسته رو بردارید بذارید. آقا نمیشه که اینا همین دونه دونه دارن قیم میشن. چی نمیشه خانوم؟ دارن کم میشن، مگه نمیبینید دارن بدبخت میشن؟ مگه نمیبینید دارن بیچاره میشن؟ بردارم آقا آرامشتون رو حفظ کنید. سلام جناب سروان، اتفاقی افتاده؟ سروان منصوری هستم از اداره آگاهی، حکم بازرسی اینجا رو داریم. میبخشید برای چی جناب سروان؟ به ما گزارش دادن شما کالای قاچاق اینجا نگهداری میکنید. قاچاق؟ جناب سروان من نمیدونم چه کسی همچین اطلاعات اشتباهی به شما داده. اینجا استبل ما اصل نگر میداریم، هر جانم دوست دارید بفرمایید بگردید. شما به چی میخندی؟ سوء تفاهم نشه، من بچه که بودم یه مرضی گرفتم تمام عصبای صورتم از کار افتاده، به خاطر همین همیشه خندونم، شبام که میخوابم اینجوریم. میبخشید. بفرمایید. جناب سروان بفرمایید، اینم استبل ما، هر جا رو دوست داریم بگردیم. ولی ما خودمون دیدیم یه دونه نیسان اومده اینجا. جناب سروان قربونتون برم، دلیل نمیشه که نیسان برای اسبا علوفه میاره از اون در استبل هم میره بیرون، تازه یکی دیگه هم تو راهه. بری سوار ماشین شو. ولی بابا گفتم بری سوار ماشین شو. بفرمایید جناب سروان. رفتن، مشغول شید. به خیلی گذشت آقا، هیچی پیدا نکردن. چیا بودن؟ 4 تا بچه بودن، یکیشون هم پسر سروان منصوری بودش، ماشین رو تا اینجا تعقیب کرده بودن. عجیبه، بچه ها بابا چیکار دارن؟ نمیدونم آقا. برن دعا بگو تا شب تو انبار بمونم بعد برن. چشم خیالتون راحت باشه. عجیبه. آیدو تو سب کن این نماشتای ماست، این چی شده؟ سکته کرده. مرده؟ نه بیهوشه. خب بریم تا نمرده، بفرمایید. چرا امروز همه سکته میکنم؟ شب که برسم خونه مامانم بفهمه پوستمو میکنه. ولی خیلی عجیبه، اون ماشین چجوری غیب شد؟ ممکنه واقعا چه ماشین جنس قاچاق نبوده، ما که زیشادراشون رو ندیدیم. ولی من خودم دیشب تلگرامشون رو خوندم. تا
تو تلگرام نوشته بود علوفه رو میبرن استاب. شاید واقعا همین بوده، کلمه رمز نبوده. من که دیگه هیچ کاری نمیکنم. حق داری، بر تو خیلی بد شد. به خاطر این نمیگم، منظورم اینه که دیگه خودمون نباید کاری بکنیم، باید بسپاریمش به یه بزرگتر. میگم حالا که پول داریم چرا غلامه رو استخدام نکنیم؟ راست میگه، ما که الان 30 میلیون تومن پول داریم. بله. نوه توبا خانوم، میخواستم بگم پولمون آماده است. یعنی شما 30 میلیون پول دارین؟ بله. سرکاری نیست که. این چه حرفیه؟ شما فردا صبح بیاین پولتون رو نقد بگیرین و کارتون رو شروع کنین. باشه باشه، فردا جلوی یه بانک باید قرار بذاریم که من پولا رو بریزم به حساب. باشه، پس من منتظرم. قبول کرد. چه خوب. شب 50,000 تومانی. شب یعنی بخوا ببینم میشه هر یه ساری 50,000 تومان، هر دقیقه 3 میلیون. 50 ضرب 60، 60 ضرب 60. اوه چقدر صفر داره. جانم. الو. سلام پرویز جان، حالت چطوره؟ یاد ما کردی. آه به کسی نگه تو راه خونه بهت میگه. پس امروز با هم میرم خونه دیگه. آره. من میشه دلم میخواست با شما دوست باشم، بایدون بیام باشگاه برگردم. ولی نمیدونم چرا منو هیچ وقت تعبیر نمیکنه. باشه با هم دوستیم، فقط قول بده درباره اون پولا و سنبات به کسی چیزی نگه. قول مردونه. راستی همشیان واقعا همجور دست میمون تو جیب کولت پول در میان. میخوای ببینی؟ او. بیا اینجا. یه تلوول 50,000 تومانی. یه دونه دیگه. یکی دیگه. این چیه؟ سند منگول دوره، داره خونه یا زمین یا مغازه است. به این باز چیش در میاد؟ این چی؟ به این باز چی در میاد از روش؟ آقا من فکر میکردم که این دوزه نامری ها فقط سراغ صنف ما اومدن، در صورتی که سراغ صنفای دیگه هم رفتن. نمونهش برادرای کیف کفشمون. بهتر شدی آقا رضایی؟ خیلی ممنون. آقا حالا شما یه میگین دوز، من میگم جادوگر. مگه میشه هم پولای یهو غیب بشه هم همه با هم سکته کنه عین هم؟ آقا چه دوز چه جادوگر، بالاخره ما باید اینا رو دستگیر کنیم دیگه. پرونده های خودمون هم انقدر خرابه خودمون که نمیتونیم بریم سراغ پلیس. با عزتون من تو این فکرم که یه نفر استخدام کنیم که عین کاراگاه بره دنبال این کار. به همین دلیلم درخواست این جلسه صنفی رو داشتم که ببینم نظر شما چی. آقا من موافقم. من موافقم. خب با عزتون من یه آدم خبره سراغ دارم که همه شما میشناسین. کیه؟ نصرت شرخر. نصرت شرخر؟ همین که چکامون رو نقد میکنه؟ بله. من موافقم، کارش بلده. با عزتون آقا منو چرا میذاریم دستیارش؟ چرا؟ چون مورد اعتماد هممونه. شما لطف داریم ولی قبلش باید آقا شریف اجازه بدم. باید باش منوش، فقط رفتی بیرون حواست به عرفان من. سنباد. سنباد کجایی؟ جان سربرم. چی کار کردی؟ چرا خونه رو به هم ریختی؟ سلام سربرم، من داره اینجا
سلام بچه ها. ببینید چی براتون خریدم. اینو میخوام وصل کنم به تلویزیون، باش 3 تا کانال بگیرید. اتاق کسی زیاد شده واسه من. پس ببینم اتاق، اتاق که خیلی ترتمیزه که. شوخی میکردین؟ آره عجیبه. سند؟ آره. مطمئنی؟ آره که مطمئنم. بغل این سند خونه بوده. اصلا مهمتر، یه دست دندون مصنوعی آقای خدا بیامرزم که یادگاری نگه داشته بودم، اونم نیستش. آقا چی میگین؟ حالا پولی یه چیزی، ولی شیطان مطمئنن دست دندون اشتباه برده. تو از کجا میدونی؟ هیچ میدونی 3-4 تا دندون آقای خدا بیامرزم طلا بود؟ طلا؟ بله. تا بیچاره شدی؟ تا من نداری نگران هیچ چیز نباشی. به آقا نصرت، خیلی وقت زیارتت نکردم، خیلی خوش اومدی. آقا منوچه، آقا نصرت که میگفتم ایشونم. وقتم نصرت شرخر. 10 میلیون تومن؟ آره چیکش تو کیفم الان بیارم. بشین حالا. امروز برای منم معجزه اتفاق افتاد. نه بابا، خود بازاریا زنگ زدن تا غروب بنزه 1 سال سفارش گرفتن. وای عالیه عالی. آره. آه فقط بگم من باید رانندگی یاد بگیرم، برای اینکه تو این فیلم رانندگی میکنم. اگه این فیلم اکران بشه، اگه بره جشنواره، اگه من جایزه بگیرم که دیگه محشر میشه. فردا میرم با همین 10 میلیون تومن یه ماشین میخرم که شما مشتری از بشخوره. من قطع مخوری از تو بشخوره نمیکنم. قطع خوردی تو قرازه تو 4 نفری رفتی؟ نه دیگه. دیگه از بشخوره سر برم. نه حالا موتور من قرازه شو. بله. غذا چرا نمیخوری؟ آخه میدونی من رژیم دارم دیگه، باید مواظب به هیکلم باشم. با خانم گیریمورم صحبت کردم، قرار شد از یه دکتر وقت بگیره، بریم من گونه هامو ژل تزریق بکنم و بعد بوتاکس هم بزنم که کلن همه چروکام باز شه. تو که صورتت چین و چروک نداره. داره بابا، پرده سینما سا دیده میشه، همه چی 800 برابر میشه. آره بابا تو اصلا چیزا رو نمیدونی. ماما میشه زریه و سمرزی سیری نشدم. ای ماما جون، شما سهم خودتو خوردی دیگه. قربونت برم، قضا بمونه برای فردا ناهارتون. من فردا میخوام برم تعلیم رانندگی، 1001 کارم دارم. امر کیم نگاه کن. من فردا مرخصی میگیرم، یه دوست نمایشگاهی هم دارم، با هم دیگه میریم پیشش، ازش یه ماشین میخریم. عالی میشه، عالی. آره صافش گذاشته. تو گواهینامه داشتی نه؟ خب 10 سال پیش گواهینامه گرفتم دیگه، تمرین نداشتم یادم رفته، طبیعیه دیگه. خب حالا زر رانندگی میکنم، قلقش میاد دستم. خب ماشین خود میشکرد، اصلا من چی کار کنم با این دوست نمشگاهی؟ حالا تحبو گرفته. تا چه اینجا میمونی سن بود؟ تا وقتی که 5 آرزوی سربرم برو بردشه. چه جاله به تو میگه سربرم. بچه ها زود باشید، ساعت 10 جلو بانک با آقا غلام قرار داریم. بودو دوباره خونه رو به هم نریزی. اطاعت سر برم. خدافز. بزن قدش. بای بای. نصرت ببخش، من این سوالی داشتم، شما گرمتون نمیشه همش بارونی تنتونه؟ این بارونی دفتر کار من. آها ببخش، بفرمایید. معذرت. دیر میری سرکار. سلام. اون کیه؟ آقا منوچه، همکار جدیدمه. آقا غلام ببین، فرسترین جیب بر این شهر. خوشبختم. دست نه، وست. ببین دنبال یه دوز میگردم.
که از تو فرستره. روشش خیلی عجیبه. اصلا دیده نمیشه. ولی تمام پولا غیب شده. یعنی حساب بانکی رو هک کرده؟ نه نه نه، واقعا غیب میکنه. یعنی فقط باندرول میمونه، پولا میره بالا. مگه میشه؟ دوست که نامردی نمیشه. اگرم بشه یا جادوگره یا اختلاس کرده. اون وقت پول پف. ببین تو همکارات کسی رو نمیشناسی که از این روش استفاده کنه؟ نه. فکر کنم کار این دوز جدیداست. آخه این روز همه چی عوض شده. کامپیوتری شده، یه دکمه میزنن حساب خالی میشه. به هر حال اگه خبری ازش پیدا کردی یه تلفن به من بزن. همکاری کنی پول خوبی توش. چی پول بدش میاد؟ قرار دارم باید برم. خدافظ. چرا خاموش شد؟ خیلی خوب دیگه هولم نکن، الان روشن میکنم. عجی مجی یا ترجی عمل کرد. بینندگان عزیز سلام، وقت بخیر. با یک گزارش ویژه در خدمت شما هستیم. امروز یک سارق موتور سوار به 5 کودک و نوجوان قهرمان شهرمون حمله میکنه و کیف اونا رو به سرقت میبره. اما این بچه ها نمیترسن و با یک بازم خرابکاری کردی؟ نه، داشتی پول امریکیان رو میبردیم با دوزا کیفشو زدم. امریکیان این همه پول از کجا آورده؟ ببخشیدا، مامانش همین الان داره نقش اول فیلم سینمایی بازی میکنه. رو مادرش که هنروره. هنرور بود، همین دیروز یه قرارداد پس 20 میلیون تومن. 20 میلیون تومن؟ پس چی؟ برو، برو پیش بچه بشن از تو هم فیلم برداری کنم. ایلا گفتم سر کاریه. تو به خدا موزلی ول معطلی فن اپلی برات مهم نی، هموطنت یهو از کار بیکاشه، بابا حیف این گربه شکاشه. افتخار پر زدن تو بلیزه، یه قدم زدن توی شانزلیزه، نرفتی تو آدم مردار به انزلی. خدا موزلی دل معطلی فن عبری برات مهم نی، هموطنت یهو از کار بیکاشه، بابا
با حیف این گربه شکاشه. این بچه های من با دوستاشون با همینا رفته بودم مبلغ 30 میلیون تومن رو بذارن توی بانک که یک موتور سوار وحشی بهشون حمله ور شد و پولشون رو دزدید. ناگهان ما سر رسیدیم اونجا. آقا محبوب، آقا محبوب چیه؟ همین بچه ها بودن دیروز با مامور اومدن دم در انبارا. اینا؟ آره بله. مطمئنی؟ آره بابا اون خپلن پسر همون سروانه است دیگه، فامیلیش یادم رفته. رفتم پیاده شدم زدن دور. جانم اون پسر کوچیکر خوب نگاه کن. موبوره رو میگم ها. اینم باهاشون بود. مطمئن نیستم. نه که دست پاچه شده بودم. یادم رفته شرمنده. پلیس زحمتکش. بله بله. حافظ جان و ناموس ما. به موقع سر رسیدن. اگه دیرتر رسیده بودن ممکن بود که اتفاقات دیگه هم کم نری شریف فقط به ما نارو بزنه. می‌گوییم که در سایه دست شما درد نکنه. تلفنته. بله. بین دو خط برانی. بله. اینه دیگه. صد درصد. بله. الو من اوچ ای خاک تو سرت کنم. من قرار نبود مواظب عرفان باشی. بله مگه چی شده؟ بذار تلویزیون بچه من کلا تو کلان تریه کن. بله بله آره تو کلان تریه. چشم یوسف الان میرم سراغش. ببخشید الان میرم سراغش. چی شده؟ یه دقیقه باشتا یه دقیقه باشتا یه چند دقیقه یه تلفن خصوصیه. خواهش یه دوری بزن. باش باش تلفن بده. نه آقا اینا که همش خاموشه. شما اینا جواب بدی مد بریم. بله الو. بله بله غلامم راستیتش امروز چند تا بچه اومدن سراغم منو استخدام کنن واسه اینکه زاخسی های قاچاقچی ها رو براشون چوب بزنن. 30 میلیون هم میدادن. اولش خیال کردم سرکاریه ولی الان دادم تو تلویزیون میبینمشون. دادم شاید همین دوزه رو بچه ها استخدام کردن. شاید گفتیم به شما بگیم که اینا یه جورایی مشغول. ببین این پشت خطی دارم بعدم بهت زنگ میزنم. بله من یه سرنخ بده کردم. دسترسی به تلویزیون داری یا نه؟ اگه منظورت این دو تا بچه‌ن که توی تلویزیونن منم بهشون مشکوکم. چطورش؟ بمونه واسه بعد. الان چیکار کنیم؟ خوشگوم این چی میگم؟ با منوچهر پاشو برو سرق خواهرزاده. خواهرزاده رو برده ببر شهر بازی. هر کاری که دوست داشت براش انجام بده. سعی کنیم که فقط از روز دبونش حرف کشید بیرون. خواهم ببینم دست شریف تو کار هست یا نه. چشم پاشو از رو بارونیم پاشو سلام علیکم. چطور داری؟ خوبی؟ خب هستی این قربون شما. ببخشید این باباش فرستاده دنبالش بعد ببرمش. باشه حالشون چطوره؟ الحمدلله بد نیستم بهترن. خیلی ممنون. خب بریم دایی جان. خدافظی کن بریم. خدافظی. خدافظی. باجزه باجزه. خدا نگهدار. خدافظی شما. خدافظی شما. حال بابات خوبه خوبه. گفت بچه‌م امروز ناراحت بوده برای شهر بازی هر چی دلش خواست واسش بخره. امروز مسابقه است باشگاهمون. مسابقه میام یه سوتایی بزنم واسه رفیقات حال کنی. بیا بریم ماشین سوار شیم. بله چه پسر گلی. بله بله گلی گلی. بفرمایید خیلی خوش آمدید. بفرمایید. این ور نیمکت سایه. خب حالا به من بگیم ببینم پولا رو از کجا آوردین؟ بابا اون قوریه که واسه مامان خریدین توش بچه قول داشت. بچه قول؟ حتما این بچه قوله هم این پولا رو بهتون داده. آره بله بله. تا شبم که شده من اینجا منتظر وای میستم تا شما واقعیت رو به من بگین. بذاریم بهتون نشون بدم. نشون بده. این پوله؟ الان پول در میاد. اینم که پول نیست. الان پول در میاد. این چیه؟ اونو کیشه؟ شماها منو مسخره میکنی؟ باور کنیم بهتون راست میگم بابا. راست میگه بابا. درزه ما امروز مسابقه داریم. یوسف شرمه قرار داد. یک سال تمرین کردیم واسه امروز. آخه عزیز دلم. بریم باشه برای شب دیگه. بریم باشه.
پس تا شب پولا پیش من میمونه، شما مثل همیشه که راستشو میگفتین این دفعه هم واقعیت رو به من میگین. چشم را بیافتیم. بریم سوار ماشین شیم. تو جیب کولر؟ نه، چطور مگه؟ این پول بابای من دوستاشه. تو از کجا میدونی؟ داییم به این گفته. دایید؟ اون موزه سمبوت پول من میدونه؟ آره، من بهش گفتم. ولی تو قول دادی. این شکستن قول نیست، چون پولای بابای من دوستاشو دوزینی، بعدش برگردونی. نباشتر، من که نمیدونستم. ولی تو میدونی که شغل بابات این دوستاش چیه؟ اونا جنسه یه ارزون و قاچاقی از چین و هند میارن تو بازار میفروشن. مشکلش چیه؟ مردم جنس ارزون میخورن دیگه. عوضش باعث میشه بابایی ما بیکار بشن. ای جایی من بودی میفهمیدی چی میگم. ببخشید ولی من به این کار میگم دزدی. حالا هم برم کوله رو بردارم. اینا آدمای خطرناکی. پسر یا کوله رو به زبون خوش میدی به من یا به زور ازت میگیری؟ مگه خالشو ببینی؟ ها؟ بستم واو واو بستم بست بست کوله رو بده. دایی داری چیگاه میکنی؟ کوله رو میخوام دایی بست اسم بارو کمک یاد هری رو بچه رو بریم گارتون دارم. چی شده؟ بعدم بهتون میگم. دیگه وقتش اون کوله باشی رو رد کنی بیاد. بده بیاد. فکر اینا نکرده بودی نه؟ اجی مجی یا ترجی یا خدا بسم الله. چی شد؟ غیب شد مثل پوله. حالا چیکار کنی؟ خب باید یه جوری برش کردونم. میگم غیب شد رفت، چه جوری برش کردونم؟ فکرش کردم. بیا بریم از این برای در خروجی بیم. چیه؟ از سر فیلم برداری زنگ زدن، الان میام. نیسته نکنه با خودشون بردنش. آی نه شما همیشه من همون تو هم کجایی؟ روبروت هم ای نومری شده قیب شده. افتری به سنباد فعلا از شهرشون خلاص شدیم، ولی باید یه فکر اساسی بکنیم. اول بریم ببینیم ایمان چی کار کرد. یاد دیگه کجایی؟ بچه دزدی؟ داد نزن. محبوب خودش گفت این کار رو بکنه. آقا من نیستم. باشه هر جور میلته، ولی اگر موفق شدم یک قرونم گیره تو نمیاد. باشه پولش مال خودتو، من بچه نمیدوست. یک کلمه به اون خواهرزادت حرف بزنی من میدونم و تو بد میبینی ها؟ برو جانم. آقا نصره آدرس میفرستم، سریع خودتون برسون. Thank you.
بچه الان طول بکشه، بیا بریم، من کارت دارم. چی شده؟ از سر فیلم برداری زنگ زدن، گفتم برای ادامه کار باید بریم ترکیه. ترکیه؟ آره دیگه، خب برای همین میگم بیا بریم حرف بزنیم. بیا حالا که همه چی لو رفته، باید خیلی مراقب باشیم. مسابقه یه بند 30 کیلوگرم وایسین، یکیشون هم اینجاست. نگران نباشین بچه ها، اگه بخواد دست از پا خطا کنه میریزیم سرش. عرفان دایی، عرفان دایی بیا، برو پیشش، هرچی باشه داییته، به نظر پشیمونم میاد. البته دایی ناراحتی، ببخشید. بابام شما رو فرسته بود که به این دوستان بگیریم. نه دایی، بابا دستان رویشم خبردار نیست، نه وزیر سر محبوبه. چرا بهم نگفتی؟ چون باعث میشیم بابای دوستان بیکار شد. میدونه امروز من چه خجالت کشیدم؟ بگر بگرم دایی، تو میره عشق تو رو نبینه. بهتر تنهاشون بذاریم. به دوستتون بگید اون کیف جادو و سنده رو برداره بیاره، وگرنه هر بلایی سر برادرش میاد تقصیر خودشه. ما خودمون بعدم با شما تماس میگیریم. آقای گلنه هم نباشه. اگه واقعا پشیمونی باید دوستم نجات بده، وگرنه دیگه هیچ وقت نمیبخشمت. دایی اصلا نگران نباش، الان میرم پیش بابات، میریم پوستشون هم میکنیم. شما صدا با واسه خودتون باشید. خدا حافظ. امیر کیان کجایی؟ امیر کیان کجایی که دارش به تو بردن؟ استاد، 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 استاد. چه بچه ها؟ سلام. 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 چی شده بچه ها؟ دوستمون رو دزدیدن. کیا بودن؟ دوتا مرد، اسم یکیشون گلاب جیب بره. سرشون بهم دنبالش. بچه بهتر ساکت باشی، من هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. ششم آمون. چی گفتی؟ اولام کیه؟ نگران نباش دادش، من پیشتم. بر نمیداره، با زنگ بدم به گوشی. آخه گوشیش هم خرابه. البته با حضور دوتا استاد نیازی هم به پلیس نیست. اتفاقا برعکس، مگه نگفتین دزد اسلحه دارن؟ ممکن جون دوستتون به خطر بیفته. تو اگه بری کی به این بچه ها برسه؟ روجا ما بهت احتیاج داریم. ببین رضا جون، من قرارداد بستم، پیش قسط گرفتم، نمیشه که یهویی بزنم زیرش. میدونی من اگه این فیلمو بازی کنم آیندم چی میشه؟ چی میشه؟ این ممکنه مهمترین اتفاق تو زندگیم بشه. من اگه یه هنرپیشه معروف و مشهور بشم عالی میشه، عالی. فقط شما 4 ماه تحمل کنید، فقط 4 ماه. اگه تو واقعا اینجوری میخوای باشه. قربونت برم الهی. منم قربونت برم. الو محبوب، شریفم، معلومه چه غلطی داری میکنی؟ باش چرا میدی؟ چی شده مگه؟ مناش میگه بچه همسایه‌مون دزدیدی؟ خب دزدیدیم که دزدیدیم. مگه شما نمیخواستیم دزد پولمون دستگیر بشه؟ گوش کن محبوب، همین الان به نصرت شرخر زنی میزن میگیم بچه رو ول کنه تو ماجرا بخوابه ها. نمیشه. بچه رو ول کنیم میره پلو پلیس خبر میده، هممونی بیچاره میکنه. تو اصلا میدونی عرفان من الان با اون بچه‌هاست؟ این مسئله چه ربطی به عرفان داره؟ ببین. ببین محبوب، اگه بلایی سر بچه‌م بیاد پوستتو میکنم. آ نمیخوام آقا. حرف نباشه بابا. تو این برنامه 2 منتو پولت قیم شده. من سند خونه و
سند انبار و دندونای خدا بیامرز بابامو، از همه مهمتر کلاگیسم قیب شده. خجالت میکشم دو دقیقه پاهم این مغازه بذارم بیرون. اصلا از کجا معلومه که کار خودت نباشه؟ تو از اون اولم چشم دنبال انبار من بود. بابا انبار چی؟ تو چه داری چرت پرت میگی؟ چرت پرتم خودت میگی. خیلی خوب، اشکال نداره، منم به پلیس لود میدم. برو بابا جون، تو خودت میدونی پروندهت پیش پلیس خیلی خرابتر از منه. الو 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 محبوب اوه چی شد؟ چی شد؟ قف فشار میارم اشتک اینجور خود دیانه تو برو بریم برو بریم جلو برو بابا زشت بابا بله سلام بابا شما کجایید؟ چی شده مگه؟ بابا ما داریم به تو دوست تعقیب میکنیم. چی؟ بازم تعقیب؟ بازم آبرو ریزی؟ به خاطر اعزام نیرو به اصاب من امروز توبیخ شدم، حتی اجازه ندادن بیام مسابقتونو ببینم. آبروم تو اداره رفت. خواهش میکنم بابا همین یه دفعه. اصلا حرفشو نزن، من دیگه گول تو و اون دوستاتو نمیخورم. همین که گفتم هر کجا هستی برمیگردی خونه تا شب بشه من بیام تکلیف تو و اون دوستاتو مشخص کنم. ولی بابا همین که گفتم بابا بی بابا بابا ما حرفمو باور نمیکنه. گوشتو بده من باهاش حرف بزنم. در نمیداره چی بود؟ هرچی میکشیم از دست شماست، چی که در نمیاد؟ بیا بیرون، بیا ببینم. زد حرفشو باور نکردم، گوشی من خراب، شمارش سیو نشده. حالا چیکار کنی؟ محبوب با داریم سراغ اون نامه. بیا من داره چی هست؟ این چیه دوره کرده؟ من توی صرف من شدوارم پاره شد. کاملا درسته. باشه باشه تا همینجا بشین، من الان میام. خبرش میام. باشه. چه جهان یادی از ما کرد؟ بله؟ امیر کیانم. استاد امیر کیانو بزن کنار. بزن کنار. استاد امیر کیانو تو کجایی؟ اون استاد بود که دیروز رفت تو جنگل. خوب. همون استاد یه در داره که میرسه به یه انبار پر لوازم قاچاق. ما اینجاییم. بس دیروز حق با ما بود. آره به بابات بگو اسلحه دوزام الکیه. فندکه. باشه باشه. خدا رو شکر اسلحه‌شون الکیه. اگه میشه همینجا رو دور بزنید من خودم رو بهتون نشون میدم. یا سلام. ها
آقای محبوب. سلام عرض کردم. بله. این حکم بازداشت شماست. حکم بازداشت؟ شما بازداشتید. در سرمان. بالاخره کار خودت کردی. جفت اون ادب تو اچا. آقا خودش قاچاقچیه. بابا چاقچیه. شما منو داره دستمن میزنی. من آبرو دارم تو این مرد. آقا من جونم واسه بچه‌ام میدم. برو آقا ببره. آقا مهاجری حواست به این مغازه باشه. کیان میشه مشرفه دستگیرم دو تا دوزم چه کاری نداره شما نیاز نیست بیای منو کامیا با هم میدیم شما که راه بلد نیستی با هم باید باهاتون بیاین پس تا دم در انبار چش همینجاست پشت اون علوفه در مخفیه باش پس شما اینجا اسم عالم میه خب یه مرم بریم کمکشون آقایون قاچاقچی ها میشه بگید اینجا چه خبره پلیسی یا بازجو میدونی اینجا آمدن هر کسی دست خودشه ولی بیرون رفتنش دست منه خوشم اومد عجی مجی لا ترجی اخ جون ظاهر شدم بریم پدرشون رو در بیار ببینم تو قیافت خیلی آشناست تو یوسف کرمی نیستی؟ قهرمان المپیک با داشتن بیش از 40 تا مدال درسته؟ بلایی سرت بیارم بهت میگم نردبونه بده پایین بچه میدونم اونجا قایم شدی بیا پایین بچه جا چی رو قایم جونم برو دنبال کارت من برم یادته اون روز جلوی بابام به من گفتی که دارم دروغ میگم حالا میخوام تلافیش سرت در بیارم بچه من اعصاب ندارم میام میزنم شلافلت میکنم تو میخوای منو شلافل کنی من کمربند مشکی هم کمربند مشکی سه خاک توی سرم کنم یه جلو میدنم به جون مادرم آقا کلمی غلط به جون مادرم غلط کرد آه
ببینم تو یه الف بچه اومدی دنبال من؟ بله با آقای کرمی اومدم. آقای کرمی؟ آقای کرمی! هی صداش نکن! جیونه مادر صداش نکن! الان میزنه شل و پلم میکنه! آمدم! من چه نفت کردم آبه بابا زید! چون پولیس آمدم! بچه جان بابا تو من! برو بزن به درد خودم بسوزن! من اینجا هم تو حق بابای دوستان و اصلی قاچاقچی بگیرم! سلام. سلام آقا. آقا کرم خوبی؟ دستتون در نکنید. بچه ها کجا؟ همینجا سالم. بابا. 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 قربونت. اوه دیدی منو دوستام راست میگفتی؟ من بار قاچاق چیه رو پیدا کردی؟ من به تو افتخار میکنم. بابا بهم قول بده دیگه این کارهای بد نکنی. بعد قول بدی منم قول دادم. چشم بابا رو چشم. خسته نباشی خسته نباشی. دیدیم بالاخره موفق شدی؟ بابا. جان. این چیه؟ حالا بهت میگم بابا خسته شده برد و خوب میکنم. این مرسن جان خوردم بود. چی شده بابا؟ مامانتون داره از پیش ما میره. چهار ماه. خوش بازی کردی. افتخار پارزدم چیز بنیده. قیامدارم که شنیده. مرفتی تا حالا. مرداد انزبی. باد معتلی. فن معتلی. فن اپلی. بر مهم نی. هموطنیت از کار بیکار شه. بابا حیفی این گربه شکار شه. چی شده؟ چرا ناراحتی سرور من؟ بکنم دیگه وقت خداحافظیه. خداحافظی؟ شما که هنوز دوتا آرزو داری؟ میدونم. اولین آرزوم اینه که همین چی به حالت اول برگرده. خانواده هم مثل قبل بشه. و دومی آرزو؟ آرزوم اینه که پادشاه قولا تو رو ببخشه و برگردی پیش خانواده. راست میگی؟ چه سرور مهربونی؟ ممنون. همه چی به حالت اول برگشت و پولا غیب شد. کجا داری میری بچه؟ الان من میخوام برم پیش خانواده. من میخوام برم پیش خانواده. جواب چی میدی؟ شما دیدینش؟ چیو؟ کیو؟ هیچی چند آره. تو چیه؟ بودوی بودوی میخوام شام آمده کنم عزیز دلم. آخ جو همین جایی که وایسادیم بر رفتن من خوبه چون اینجا سقف نداره. ممنون سرورم. ممنون داداش سرورم. دلم واسه تنگ میشه. دلم هم براتون تنگ میشه. خب دیگه من باید برم. عجیل مجیل لا ترجیل. مادرم علاقهش به بازیگری رو از دست داد و تصمیم گرفت یه رستوران خونگی را بندازه. بفرم آقا بفرم. استاد چه کاری؟ خب من و شما با آژانس میریم. آخه چه وسیله است؟ مگه روزگارمون رو نمیبینی؟ نه بابا خودم میشینم همیشه با زن و بچه‌ام چهارتایی سوار میشیم میریم. آره راست میگی. آره روشن کن. بابا دنده با من. شریف به عرفان قول داد که به کار سابقش برگرده و دیگه هرگز سراغ قاچاق نره. همه چیز به حالت اول برگشت. به جز تصمیم مردم برای حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی. مواظبش باش. سنباد براتون سلام رسون. بازم میام پیشتون. دلش براتون خیلی تنگ شده. دل منم براش تنگ شده. Thank you.
یادتون نره خرید کالای ایرانی یعنی باباهامون بیکار نشن. هموطنت یهو از کار بیکار شه بابا حیفه این گربه شکار شه.